این محصول اسمش نامبرنجی کرماشایی که از قدیم الایام یکی از سوغات های اصل کرماشا بوده. بعد ترکیبات نامبرنجی هم از آرد برنج، روغن زبر اگه خواستیم که با روغن کرماشایی میشه درست کرد. بعد ترکیباتش تخم مرغ. میزنم دارم برنجی میزنم شهرس اکثر شهرستان ها لازه دارم برنجی میزنم ولی اصل برنجی مال کرماشا برنجی و کاک و کاک تخم مرغی و بعد نون و خرمایی اصلش مال کرماشا حالا بعضی ها میگن کاک مال شیرازه ولی نه در اصل مال کرماشا است کاک روغن حیوانی ها این روغن حیوانی این پسکانه دی جنیم لی کیم مشکا جنیم لی و کیم کرول یا کرا تاونی و اکیم ای روغن ایچو عزیزه میگه این که کره رو گرفتیم کره رو حرارت میدیم آبش میکنیم روغنش میکنیم بعد که روغنش رو گرفتیم خالی میکنیم تو این ما اصطلاح محلی بهش میگن هیزه هیزه آره پوست همون پوست گوسفند همون پوستی که مشکل میزنن یه کارای روش انجام میدن که نرمتر بشه خاصیت پوستش زیاد بشه بعد اگه خوش باشه خراب میشه ولی اینجوری نرمه یه روغن رو نگهداری میکنه برای سالها شنیر دالاو چنیر یه گیاه خوشبو مال دالاهوه میریزن تو روغن بله. که گرفتن حیوانی بله. که این خوشبو بشه و خوشبو بله. بله. یه خوشبو عزیز بله اینا همینجوری با صبحانه اینا میخورن بله عشق میزنن دوغ میشه بعد سری سری این دوغو خالی میکنن تو این بعد دوغ تهنشین میشه آب سرش رو خالی میکنن 15 روز طول میکشه تا این مثلا این دوغ نه نه ایسه چی بود حالت سفیده برسه این دوغ برای زمستان هم به عنوان میشه مثلا زمستان آب توش بزنن که یک مقدار رقیق تر بشه استفاده کنن و بعد برای ترخینه از این دوغ استفاده میکنن یعنی حتما باید این دوغ باشه این دوغی که سفت شده دوغی که مثلا 15 روز تو مشک مونده بعد ازش استفاده میکنن حالا برای صبحانه هم میشه بخوریم بله آره برای صبحانه هم خود این دوغ رو میشه برای صبحانه خورد برای مثلا عصرانه خورد شیراز علی درست کن آره کشکم از این درست کنم البته باید این مقداری قدیستر بشه سفتر بشه تازه تر آره.